به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خرد دلگشای و خرد رهنمای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. سلام عرض ادب و احترام تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم، خواهران و برادران خوب فارسی زبان ما در هر کجایی که هستید، در هر گوشه از این جهان پهناور زیبا که هستید و زندگی میکنید و در این لحظه برنامه خودتان، برنامه زنده روشن از تلویزیون جهانی حاضر انتخاب کردید برای نگاه کردن و انشالله استفاده کردن. انشالله همیشه صحتمند و سلامت باشید. بسیار بسیار تشکر میکنم از شما که با ما همراه هستید. انشالله تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. امروز روز شنبه است، آغاز هفته، و همچون شنبه های دیگه در خدمت مهمان محترم برنامه کارشناس عزیز ما خانم رقیه حسینی هستیم. قبل از اینکه موضوع برنامه را خدمت شما اعلام بکنه خانم حسینی، چه بدین یک سلامی هم بایشون داشته باشیم. سلام علیکم خانم حسینی، بسیار زیاد خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت بینندگان، اولیا و مربیان، کسانی که با کودکان سر و کار دارن. انشالله که یک روز زیبا و بهاری رو شروع کرده باشن در صلح و آرامش و امنیت. انشالله انشالله. بسیار تشکر از شما خانم حسینی عزیز. اما بینندگان خوب ما شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 در اختیار شماست و شما عزیزان همین الان هم میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال خاصتاً از کارشناس امروز برنامه خانم حسینی روانشناس بالینی دارید برای ما حتما بفرستید. سعی میشه که انشالله اگر مرتبط به موضوع برنامه باشه حتما در همین برنامه پاسخ داده شود، و اگر هم نه، در جلسات آینده حتما به سوالات شما عزیزان پرداخته خواهد شد. اگر کدام انتقاد و یا پیشنهادی هم دارید، از همین طریق میتونید که با ما در ارتباط شوید. برنامه به صورت لایو از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی هم پخش میشه، میتونید برنامه را ببینید و برنامه‌های گذشته را هم از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی و همچنان از طریق یوتیوب و آپارات میتونید که ببینید و دنبال بکنید و ان شاءالله استفاده هم بکنید. خانم حسینی عزیز، چه موضوعی امروز میخواید که با ما بینندگان عزیز ما به اشتراک بگذارید؟ امروز در مورد سندروم بیماری هموفیلی کودکان میخوام صحبت بکنیم. یک بیماری ارثی و خونی و ژنتیکی هست که از طریق کروموزوم، که روند، اگر همکاران پخش بکنن، بله، روند لخته شدن خون، میگه وقتی که دست ما یا جای از بدن ما یک جراحت وارد میشه و زخم میشه، 12 فاکتور برای لخته شدن داخل خون وجود داره که باعث میشه او زخم خونهاش لخته بشه و او زخم بند بیایه و خوب شوه. اما در سندروم هموفیلی متاسفانه انعقاد خون یا لخته شدن خون دیگه وجود نداره و کمکاره یا از بین رفته، باعث میشه که خونریزی بسیار غیر عادی باشه و خونریزی به مدت طولانی ادامه داشته باشه و ای از طریق ژن وارد به طفل منتقل میشه، که اکثرا هم پسرها مبتلا به سندروم هستن و دخترها بسیار نادر و کم هست. یه هم از این طریق هست که اگر پدر و مادر هر دو این ژن هموفیلی را داشته باشن، منتها کروموزوم های خانم ها دو تا ایکس داره، بله، از مردا یک ایکس هست با یک وای. هرگاه یک مادری که خودش حامل ژن هموفیلی باشه، این را به اولادای پسر خود منتقل میکنه. یعنی مادر بیشتر تاثیر داره؟ بله، مادر بیشتر تاثیر داره و جالبه که پدر اگر داشته باشه انتقال پیدا نمیکنه در اولادهای پسرش. و ای که اگر هم ای ژن را هر دو داشته باشه، اگر اولاد دختر باشه حامل ای ژن میشه، خودش ممکنه ای بیماری را مبتلا نشه، اما اگر ازدواج بکنه 50% احتمال داره که اولاد همون دختر که حامل ای ژن بوده، اولادهای پسرش دچار ای سندروم شوه. یعنی وقتی شما میفهمید خانم حسینی حامل هسته، یعنی که ممکن که او بیماری را داشته باشه، داشته ممکن باشه. نداشته باشه، ولی در جانش هستن، در جانش هست، خودش دچار نشده باشه و منتها او داره داره و می که ازدواج بکنه در اولادای پسر خود منتقل میکنه. پس میشه خونریزی غیر عادی که در ماه ممکنه 2 الی 5 باری اتفاق بیفته و قابل تشخیص هست از موقع تولد، خصوصا اگر این کودک طفل عادی باشه، همه شرایط پزشکیش، از 12 تا 18 ماه این طفل
قابل مشاهده میشه، علامش بروز میکنه و میفهمن که این سندروم هموفیلی داره. و این که در پسران چرا زود مشخص میشه، به خاطر که پسران بعد از یک جراحی، بعد از ختنه کردن، خون اینها بند نمیآید. میفهمن که از طریق آزمایش های ژنتیکی که این طفل دچار سندروم هموفیلی است. خب اگر که مثلا آلی مثلا بچه خورا دیرتر ختنه کنن و دیگه مثلا بدن زخم هم نشوه، بازم همین رقم خون ریزی میکنه یک جایی بدنش بدون هیچ زخمی بله، هم باشه؟ بله، کبودی داره. یکی از علامت های بسیار بارزش و قابل تشخیص کبودی است، به خاطر مویرک هایی که در بدن وجود دارد. این مویرک ها خود به خود دچار خون ریزی میشه زیر پوست و متورم میشه، که در مفاصل اگر همکاران شکلار نشان بدن، در زانوها، ممکنه در عضلات بدن، در این قسمت‌های مفاصل این ورم اتفاق میفته و بسیار کلان و غیر طبیعی میشه، که همون خونریزی مویرک‌های داخلی است و این هم یکی از علامت هاست که ممکنه. یعنی او ورم و او اماسی که وجود داره خانم زینب به خاطر تجمع خون است؟ به خاطر تجمع خون. باز او مثلا اگر پدر و مادر متوجه نشوند که نمی به خاطر چیست و بمانه، کدام خطری نداره برای طفل؟ چرا دیگه، هم او هر روز بزرگتر میشه، هم یک سری علائم و نشانه های مثل ضعف، مثل سردرد، مثل گردن درد، مثل ای که ضعف بره، مثل ای که حالت سرچرخی پیدا بکنه، و هر روز ای او قوت بدنی از کار میافته متاسفانه، به خاطر نمی که خون بدنش در خون در آره بدنش در حال بله بله. خب در ای صورت خانم حسینی، یک طفلی که این رقم بیماری را مبتلا میشه، باز شرایطش بسیار سخت میشه، چون اطفال عموما برای بازی کردن و کنن به سرک میرن، هر آن احتمال داره که بدنشان زخم شوه. خب این وقتی که زخمش خونریزیش شوه الا نکنه، خب ممکنه که نهایتا بره که به مرگش خدای نکرده منجر شوه. متاسفانه به خاطر همین این اطفال باید حتما تحت مراقبت های پزشکی و ای که یک نفر من میگم 24 ساعته مراقب ای اطفال باشه، از لحاظ تغذیه به اینا رسیدگی بشه، از ای لحاظ ای که تحت درمان پزشکی قرار بگیره و یک سری داروهای پزشک تجویز میکنه به ای که باعث لخته شدن خون ای شود، حتی درمان قطعی براش وجود نداره، تحت درمان باشه و او مراقبت باشه که ای از یک کیفیت زندگی عادی برخوردار باشه. ولی اگر ای طفل هیچ رسیدگی نشه از لحاظ تغذیه، از لحاظ روحی روانی و از لحاظ پزشکی که از او طریق داروهایی که تجویز میشه به لخته شدن خونش کمک میکنه قرار نگیره، خب مطمئنن این طفل هر روز ضعیفتر میشه و طول عمر کوتاهتری خواهد داشت. در صورت که گفتن اگر مراقبت های ویژه صورت بگیره و همی دارو درمانی که باعث لخته شدن خون این عزیزان شود، طول عمر اینها افزایش پیدا میکنه و میتونه یک زندگی عادی را منتها با نظارت و مراقبت طی بکنن. این دارو درمانی که خانم مسلمی میفرمایید چه رقم است؟ منظورم است که مثلا هر روز باید یک دارو رو مصرف کنه، یا که صرفا همون زمانی که بدنش زخم میشه یا آسیب میبینه باید دارو مصرف کنه؟ صرفا زمانی که بدنش دچار زخم میشه، منتها از لحاظ تغذیه اگر قوی باشه، رسیدگی بشه، از لحاظی که دچار کمخونی نشوه، میتونه عادی باشه. هر روز نیاز نیست دیگه، او بسیاری به او مراقبت خانوادگی و من میگم وضعیت اقتصادیش داره که تحت درمان باشه و دکتر او ویزیتش ممکنه ماهیانه باشه یا چند هفته یک بار باشه که او دارو برش تجویز میشه و مورد استفاده قرار میگیره. پس میشه گفتی یک خانواده وقتی که یک طفلی دارن که بیماری هموفیلی را داره، نیازمند یک توجه ویژه است، از سمت این طفل نیازمند توجه از سمت خانواده است و خانواده هم نیازمند توجه هستن، چون هزینه‌هاش بسیار زیاد هست. بله، میتونه یه از طریق دیگه مراکز بهداشتی، از طریق دکترها، پزشکان و دولت رسیدگی کامل بشه به خاطر هزینه‌هاش. میزان شیوع بیماری چقدر است خانم حسینی؟ از هر 5000 کودک یک نفر دچار این بیماری میشه. این نسبتاً زیاد است. نسبتاً زیاد است و ای که دو نوع هموفیلی داریم، یک هموفیلی آ داریم و یک هموفیلی ب. هموفیلی آ
4 برابر بیشتر از هیموفیلی بی است. فرق دو چیست؟ به خاطر یک از همو فاکتورهای خونی که باعث لخته شدن خون میشه از او 12 فاکتور، آ فاکتور 8 نداره و بی فاکتور 9 رو نداره، فقط در نوع این دو مدل هست. عوارضی که بیماری داره تفاوت نمیکنه. تفاوت نمیکنه. مون تا عوارض آ بسیار شایع‌تر و زیادتر هست که عوارضش همین حتی ضعیف شدن چشما هست، دوبینی دارن، ممکنه این اطفال اشکال و آدم‌ها رو دو تا ببینن. خب مثلا اجازه بدن در مورد انمی عوارض و تفاوت این دو نوع هموفیلی بعد از میان برنامه مفصل‌تر صحبت بکنیم. بینندگان عزیز و محترم، اگر شما خدای نکرده در بین خانواده ایتان چنین موردی را دارید و یا که کدام سوال در مورد هموفیلی و کودکان مبتلا به هموفیلی و نحوه رفتار و تعامل با افراد دارید، از طریق شماره تماس مثبت 964-780-255-13 میتونید که همین الان هم با ما در تماس شوید و سوالات خودتون را برای ما روان بکنید. یک میان برنامه را ببینیم و برگردیم. بینندگان محترم ما، شما همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنار از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و از گفتگو با کارشناس محترم خانم حسینی استفاده میکنیم در مورد موضوع هموفیلی در کودکان. خانم حسینی بزرگوار، در مورد اقسام هموفیلی شما صحبت کردی که دو نوع داره. بله. تفاوت بین این دو نوع چیست و هموفیلی چه عوارض، چه علائم و چه آثاری و چه تأثیراتی میتونه که بر زندگی فرد داشته باشه؟ بله، گفتیم دو نوع، یک هموفیلی آ هست یا هموفیلی ای که ای 85% ای سندروم ها مربوط به هموفیلی آ میشه و هموفیلی ای هست که یکی از فاکتورهای 8 نداره که باعث لخته شدن خون میشه. فاکتور بی خیلی کمتر شایع هست و ذکر هم نشده، منتها اگر هم باشه علائمش مثل همین ممکنه باشه، چون بسیار کمه و آمار ذکر نشده در این مورد نمیتونیم بگیم و ای آ 4 برابر از بی هست. به خاطر همو اکثریت سندروم هموفیلی کودکان ما از آ هست که علائمش خونریزی خود به خودی هست. گاهی هست که یک فرد بعد از یک جراحت یا یک جراحی از طریق دندان پزشکی یا خدنه کردن ممکنه اتفاق بیفته. گاهی هم هستی آ چون بسیار شدیده سریع او طفل فامیده میشه که خون دماغ ممکنه شوه بسیار شدید. گاهی ما در صورت عادی کودکان ما به خاطر که هوا گرم باشه خون دماغ میشه، منتها بند میایه، اما این بند نمیایه، بسیار طولانی مدته که باعث ضعف و حتی تشنج اطفال میشه، چون که ضعف بدنی براشون رخ میده و ای که خونریزی لثه دارن، خونریزی دهان دارن و ممکنه دستشون با کوچکترین ضربه‌ای که بخوره ای زخم ایجاد شوه و خون ای اطفال بند نیایه متاسفانه. و هموفیلی بی عوارض کمتر داره که گفتیم هم ذکر نشده براش نمیتونیم بگیم. و یکی در اطفالی که حالت عادی هست که نه جراحتی برشون ایجاد شده یا به قول ختنه هم صورت نگرفته، ممکنه از لحاظ تغذیه و بنه خانواده غنی تر باشه، این اطفال از بد و تولد قابل تشخیص نیست تا ای که در سن 12 تا 18 ماهگی برسه که او هم از طریق علائم بدنی شاید هیچ زخمی ایجاد نشه، منتها بدنشون کبود شود.
یا صورتشون کبود شوه، قسمت مفاصل و عضلات خود به خود کبود شوه و ممکنی کبود اول بسیار خرد باشه و به مرور که والدین دقت بکنه ای بزرگتر و کلانتر میشه که نیاز به رسیدگی داره و حتما باید تحت نظر پزشک باشه تا او آزمایشات ژنتیکی عمل بیایه که یه اطفال درگیر این سندروم هست. و اگر من میگم زودتر اقدام بکنه، تحت دارو درمانی قرار بگیره، عوارضی را که ممکنه این اطفال دچار شود بسیار کمتر باشه. خب مثلا حتما این کبودی که شما فرمودید در سن کم خود معلوم میکنه، یا مثلا هموفیلی حتما خود در سن بسیار کم چند ماهگی مشخص میشه که این بیمار هسته؟ چون من یادم است که شما برخی از موارد بیماری هایی که در گذشته مطرح کردید گفتید مثلا در سن بزرگتر خود معلوم میکنه، یعنی اول هیچ علائمی نداره، ممکن است یک نفر هموفیلی داشته باشه در بدنش نافته باشه، باز مثلا از مثلا 20 سالگی به بعد 30 سالگی و بعد خودم آلوم کنم. خیلی کم گفتیم او در قسمت دختران میتونه اتفاق بیفته. اگر دختر حامل ای جن باشه موقع در سن تکلیف و بلوغ جنسی میرسه، در موقع قاعدگیش ممکنه اونجا فهمیده شد که خب یک دختر ممکنه 16 ساله باشه یا حتی 20 ساله یا 15 ساله باشه، اونجا اولین عوارش از طریق خونریزی ماهیانه که اتفاق میفته او بسیار غیر طبیعی است. ممکنه مدت زبانش 20 روز طول بکشه، 3 هفته طول بکشه که میشه یک مورد بسیار مشکوک و بعد از رسیدگی و تشخیص آزمایش ای احتمالش وجود داره که هم دچار سندروم هموفیلی هست و ای از این طریق نشان داده میشه. خانم حسین، یعنی خون به هیچ وجه بند نمیه یا اینکه مثلا دیرتر بند میایه؟ دیرتر بند میایه، خیلی بیش از حد دیگه، اما باید تحت تداوی قرار بگیره، وگرنه که او خونریزی همچنان ادامه داره که گفتیم باعث ضعف طفل میشه، باعث تشنج طفل میشه و حتما از طریق دارو درمانی که باعث میشه ای به مرور باعث لخته شدن خون شوه، اگر او دارو استفاده نشوه و ای طفل روز حالا بر اثر جراحت باشه یا بر اثر خونبینی باشه، این خونش بسیار دیر بند میاد متاسفانه. حالا با راهکارهای خانگی شاید والدین و مراقبانش تلاش بکنه که این خون بند بیاد، منتها من میگم او بسیار زمان بر هست و طفل از حال میره و دچار تشنج میشه و حتما باید تحت درمان ای اطفال قرار گرفته باشه. چقدر جالب خانم حسینی، بیماری هموفیلی یک بیماری است که طور که با ویژگی‌هایی که شما فرمودید کاملا مرتبط به خون فرد است. سوالی که به ذهن ما رسید است که خب دیگه بیماری‌هایی که مرتبط به خون هستن، مثلا نمی‌فهمم هپاتیت است، ایت است و دیگه بیماری‌ها، از طریق انتقال خون فرد دوم را مبتلا می‌کنه، آیا این بیماری هم همین رقم است؟ نه، این ارثی است. کلا این بیماری عفونی و واگیردار نیست. هپاتیت، ایدز بیماری‌های عفونی هست که از طریق پرآورده‌های خون یا از طریق راه‌های دیگه منتقل میشه، منتها اینه این واگیردار نیست. یک فردی که بیماری رو داره میتونه مثلا در وضعیت جسمی با یک وضع بسیار خوبی باشه، خونش بدنش هم بسیار خوب باشه، تحت نظر پزشک هم باشه، باز خون خود اهدا کنه؟ نه متاسفانه، اینا قادر نیست خون خود اهدا کنه، چون اولین زخم باعث میشه که خونریزی اینا بند نیایه. حتی اگر تحت نظر پزشک باشه باز هم ریسکش بالاست؟ نه، امکان نداره. از این طریق ای امکان نداره. چرا؟ چون که خود بدن نیاز به خون داره و نیاز به کمخونی میشه به خاطری که به هر بهانه جراحتی ممکنه تصادفی ورمهایی که در بدنش ایجاد میشه دچار خونریزی غیر طبیعی و طولانی مدت هست و قادر نیست که اهدای خون داشته باشه. یه افراد فقط رسیدگی برای افراد بسیار لازم است، از لحاظ اقتصادی، لحاظ تغذیه، حتی روحی و روانی. ممکنه خانم حسینی این بیماری شدت و ضعف داشته باشه از لحاظ خود بیماری، یعنی مثلا متاثر از رسیدگی خانواده و وضعیت مثلا مالی و نمیفهم تغذیهش نباشه، یعنی بگیم مثلا این درجه خفیفتر از این بیماری رو گرفته، یکی دیگه درجه شدیدترش گرفته باشه؟ چون مواردی رو من دیدم با چشم خودم، طرف کاملا عادی است، حتی یک زخم هم به جانش معلوم نمیشه، کبودی هم معلوم نمیشه، باز میفهمی که بله. این یک آماری بود که خدمتتون عرض میکنم. افرادی که
5% تا 30% به طور طبیعی فاکتورهای لخته شدن خون داشته باشه، اینا هم دچار سندروم هموفیلی خیلی خفیف هست که هیچ علامتی نداره و بسیار عادی زندگی میکنه. افرادی که از 5% تا 1% سطح طبیعی فاکتورهای لخته شدن خونی داره، اینا به طور متوسط دارای سندروم هموفیلی هستن که هیچ عوارضی نداره، هیچ علامتی نداره و یک انسان عادی است. اما کسایی که 1% از لخته شدن خون داره، اینها دچار سندروم شدید میشه که میشه همین هموفیلی که عوارض خودشان نشان میده، علائمش قابل مشاهده است و یکی از علامتهای بارزش همین بند نیامدن خونش است. از عوارضی که دیگه دچار این میشه که این افراد از لحاظ بینایی هم باید تحت درمان قرار بگیره، چرا که اینا دچار دوبینی میشن به خاطر که ضعف میکنه. بله، به خاطر که ضعف میکنه. گاهی ما میگیم در حالت عادی میگیم سرمون چرخ خورد یا گیج شد، ولی این افراد در حالت عادی اشیا، آدم ها و اطراف خود را دوتا میبینن، دچار دوبینی شدید هستن متاسفانه، که همین خودش باعث میشه که از لحاظ زندگی کیفیت خطر زندگی باشه. بله، قطعا تاثیرگذار باشه و شاید قادر نباشه به تنهایی جای بره، به تنهایی کاری را انجام میده، چرا که حالا هم حالت روحی روانش تغییر میکنه، خب هم یک چیزی را که دوبینی داشته باشه بسیار من میگم برای رفت و آمدش خطرناک میشه. درست است. خانم حسینی، دیگه چه علائمی در ظاهر اطفال ممکن ایجاد شود؟ چون موضوعی که ما معمولا در این برنامه در خدمت شما هستیم بیماری هایی است که تأثیراتی بر روان اطفال بله. میگذاره و باز راهکارهایی که ما به عنوان خانواده داریم که انجام بدیم تا اینکه کمتر آسیب ببینن. دیگه علائم بیماری چی میتونه باشه که علائم مستقیما باز بر روان اطفال موثر باشه، تاثیرگذار باشه؟ این اطفال از لحاظ دستگاه گوارش، از لحاظ کلی هم دچار درگیری میشه. چرا؟ چون که به خاطر ضعف بدنی و خونریزی شدید ممکنه من میگم دلش به قضا نشه، به خاطر همین یک رسیدگی خاصی قرار باید مورد توجه قرار بگیره. و ای که این اطفال به خاطر شرایط جسمی، به خاطر این وضعیتی که خب بسیار وضعیت نابسامان است، خونریزی شدید بدنی، این اطفال دچار ترس و استراب و نگرانی میشه و یکی از حالتهای روانشناختی ای باعث میشه که این نگران از آینده داشته باشه. چرا گفتیم که بیماری ارثی و خونی هست و این نگران آینده هست که شاید نتونه ازدواج بکنه، شاید اگر ازدواج بکنه ممکنه طفل ای هم دچار ای بیماری باشه که خب سختی ها و عوارضی را که خودش کشیده خب قطعا دوست نداره که اولادش دچار او شود، به خاطر همین دچار یأس و ناامیدی هست. حتی این اطفال به مرور که به زندگی خودشون ادامه میده دچار یک ناامیدی و نابسامانی است و تصمیم به خودکشی داره. این افراد بسیار آمار ذکر شده که دوست دارن که بمیرن، زنده نباشن، چرا که باعث سختی اطرافیان و خودش میشه. به خاطر همین خیلی من میگم یک خانواده حمایت عاطفی و روانی بله. هست و ای که او خانواده باز هم سفارش ما ایست که ای پذیرش داشته باشه که به هر حال ای طفل ما بیفیش اگه خانم حسین در یک تغییری باشه که در ظاهر فرد ایجاد میشه، او باز بسیار تاثیر خود بیشتر میگذاره. مثل همین علم که شما فهم کبودی هایی که ایجاد کبودی میشه، که در بدنش ایجاد میشه، در جانش معلوم میشه، بالاخره همسالانش، دوستانش، بله. اگر ببینن مفاصل مثل پاهایش بله یا زانو، دستش، پاهایش، خواهی مفاصل این ورم هر روز کلانتر میشه، خواهی به قول شما شاید این طفل ما دچار یک سرخورد دوچار یک نوع شرم حضور در جامعه شده که این اطفال باز هم دوچار او افسردگی به مرور میشه، چرا که انزوای اجتماعی رو تجربه میکنه، خوش نداره به مکتب بره، خوش نداره با همسالان خود بازی بکنه، چرا که شرایط بدنیش هم اجازه نمیده. حتی این اطفال قادر نیستن ورزش های خیلی سخت مثل فوتبال انجام بدن متاسفانه. خانم زاین اجازه بدن یک میان برنامه رو ببینیم. بینندگان عزیز و محترم، بعد از این میان برنامه برمیگردیم.
بینندگان عزیز و محترم، در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه خودتان، برنامه زنده روشن از تلویزیون جهانی هادی. شماره تماس مثبت 964-780-255-413 عزیزان در اختیار شماست. همین الان هم میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با همکاران ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال در مورد خاصاً موضوعی که امروز مطرح میشد دارید، حتما برای ما روان بکنید. و اگر هم کدام انتقاد یا پیشنهادی در مورد برنامه خودتان، برنامه روشنا دارید، بسیار بسیار خوشحال میکنید ما را وقتی که نظرات خودتان را برای ما روان میکنید. همچنان به گفتگوی خودمان ادامه میدهیم با کارشناس محترم خانم حسینی با موضوع هموفیلی در کودکان. خانم حسینی، شما در مورد علائم و آثار و عوارض هموفیلی صحبت میکردید و اینکه چه تأثیری میتونه که بر روحیه افراد داشته باشه، در خدمت شما است. گفتیم از لحاظ ظاهری به خاطر کبوتی های بسیار بارز و مشخص که در بدن اطفال ایجاد میشه، مثل مفاصل، زانوها، پاها و عضلات صورتش، خب یک چهره غیر طبیعی رو میتونه نشان بده و این باعث بشه که گفتیم این اطفال دچار شرم حضور توی اجتماع بشه. اگر همکاران لطف بکنن ببینن. بله، فکر میکنم تصاویر در حال پخش شد باشم. همین باعث میشه که خواهی اطفال احساسی، من میگم شرم بکنه، احساسی بکنه که خب من با یک طفل عادی فرق دارم، من دچار ضعف میشم. به خاطر همین اطفال به خاطر شور و هیجان و انرژی مزاحم که دارم، من میگم اگر ساعتها بازی بکنه شاید مانده نشوه و همچنان خوش باشه که بازی بکنم. متاسفانه این اطفال قادر نیستن بازی های بسیار سنگین و سخت حتی علایقشان انجام بدن، مثل فوتبال. خصوصا که پسرها شاید اشتیاق داشته باشه به ورزش های سخت و سنگینی، اطفال قادر نیستن این بازی ها رو انجام بدن. اگر انجام بدن خب دچار ضعف و ناتوانی میشه که نیاز به رسیدگی بیشتری داره. پس از این ورزش ها همه اطفال باید خودداری بکنه. خب همه ای عوارض، همه ای علائم و نشانه ها باعث میشه که ای اطفال که دچار ای بیماری است منزوی شود، دچار یک استراب و ترس و نگرانی، از ای که حتی نگرانی از آینده، چرا که ای بیماری ارثی و خونی است و این نگران هست که اگر من ازدواج بکنم ممکنه که 50% طفل من اگر پسر باشه دچار ای بیماری شود. خب خودش وقتی ای عوارض سنگین دچار شده و قطعا خوش نداره که طفلش هم ای من میگم سختی ها را بکشد، دچار ناامیدی و یأس میشه ای اطفال. خانم حسینی، یعنی اگر یک نفر ای بیماری را داشته باشه احتمالی که اولادش ای بیماری گرفتار شده 100% هست؟ 50% 50%. خب من میگم ریسکش خیلی بالا هست و یکی از لحاظ اطفال، خب چون پسر، خب از لحاظ اقتصادی او برنامه رو که برای آینده خود داشته باشه قطعا نمیتونه، من میگم با جرأت بسیار برنامه ریزی بکنه و این هم باعث او افسردگی و استراب بیشتری اطفال میشه. متاسفانه آماری که نشان داده بود اکثریت سندروم هموفیلی در خانواده های فقیره، یعنی 70% در از لحاظ اقتصادی این خانواده ها در سطح فقرن. چرا فقر اقتصادی است؟ متاسفانه مگه یک رقم نیست که تحت تاثیر ژنتیک باید باشه؟ چرا رقم است که خانواده های فقیرتر، یعنی فقر هم تاثیرگذاره؟ فقر تاثیرگذار به خاطری که من میگم بیشتر شاید فقر فرهنگی باشه که میدانن که در یک از اعضای خانواده یا فامیلشون این ژن وجود داشته و بارز بوده، منتها بدون پزشکی انجام نداده، پزشکی انجام نداده به خاطر اون شرایط اقتصادیش. اگر رسیدگی میشد، اگر او دانش و آگاهی را می داشتن به هر حال یک برنامه ریزی درست میشد، میتونستن خواه از این روند پیشگیری بکنم. یعنی در غربالگری های حین بارداری یا قبل از بارداری مشخص میشه که نمی طفل اینها ای بیماری رو داره یا نه؟ اگر یک از فامیلشون ای سندروم داشته باشه، مثل پدر داره، بعد از طریق آزمایش قبل از اینکه باردار شون، نه در بارداری متاسفانه. خب در این صورت اگر یک خانواده تصمیم داشته باشن که حتما اولاد دار شون،
همین اگر بفهمن که از طریق مادری و از طریق پدری یکی از فامیل های اینها سندروم هیموفیلی رو داشته باشه، خواهی از طریق آزمایش ژنتیک باید اقدام بکنند که خودشون یک سری فاکتورهای رو حتما برشون پیشنهاد میکنن یا گاهی اکثرا توی بیمارای ژنتیکی خواهی یک نوع اختیاری هست که از طریق مشاورهایی که صورت میگیره. خب او احتماله میگیم همه 50% ممکنه یک نفر هر دو حامل ژن باشه، 50% احتمال هم باشه ولی اولادشون سالم باشه، ولی خب این من میگم یک ریسک از لحاظ علمی. خب مشاوره که براتون میده، خب میگه این 50% احتمال هست، آیا شما تصمیم دارین به یعنی بالاخره بله. تصمیم باید یک تصمیم آگاهانه باشه، تمام احتمالات بله. مد نظر قرار بدن بعد اولاد داشته بله. هر چیزی در علم چیزی 100% نداریم که بخوایم چیز رو 100% اعلام بکنیم، احتمال است، ولی هر آنچه را که من میگم علم میگه، عقل میگه، عوارضی که شامل خانواده او شخص میشه باید بسیار آگاهانه برای اولاد دار شدن او تصمیم بگیره، چرا که من میگم یک انسان قراره که از این زندگی و محبت استفاده بکنه و لذت ببره، نه ای که همراه با درد، رنج و ناراحتی خودش و اطرافیانش باشه، در صورتی که او آگاهی باشه. درسته. پس این تصور خانم حسینی متاسفانه باز در هر برنامه که ما با شما داریم به همین میرسیم که متاسفانه بسیاری از مردم در کشور از ما کوتاهی که خودشان در زمینه مراجعه با دکتر و نظارت و ملاحظات پزشکی و سلامتی را دارن، این کوتاهی را نسبت میدن به خدا، میگن که خب قسمت مایی بوده، خواست خدایی بوده، در حالی که خداوند وظیفه ما کرده که ما هم رعایت بکنیم نکات را برای حرم و متخصص او هم مراجعه بکنیم، انشاءالله یک زندگی درست، یک زندگی با کیفیت بالا برای خودمان، خانواده و اولادهای من داشته باشیم. اگر هم دکتر علمی داره، علم همه از طرف خداوند بله. متعال است برای استفاده کردن ما انسان ها، برای که بهره مند بله. بله. متأسفانه فرهنگش چون توی بافت جامعه سنتی بله. وجود داره و این بسیار من میگم کم هست. الان من برمان یک مادر یا یک پدر که خدای نکرده طفل من به هر دلیل با این بیماری مبتلا شده و با این بیماری متولد شده، اولین وظیفه که بر عهده ماست چی میتونه باشه؟ خب من میگم اولین وظیفه او پذیرش ماست که من این شرایط اولاد خود را بپذیریم و با دانش و آگاهی برای کیفیت زندگی این فرد به عنوان یک انسان تلاش بکنم. این اطفال دچار عدم اعتماد به نفس و عزت نفس میشه، من باید برای افزایش اعتماد به نفس اولاد خود، برای عزت نفس تلاش بکنم، برای آموزش او تلاش بکنم. گفتیم شاید به خاطر ضعف بدنی که داره قادر نباشه، من میگم ساعت‌های طولانی در صنف حضور داشته باشه، باز هم این دانش و آگاهی رو میطلبه که والدین برای آموزش این من میگم از معلم خصوصی حتی آموزش خودشان استفاده بکنه که اولادشان از علم روز بهره‌مند بشه، از طریق مهارت آموزی اطفال چون از اجتماع گریزان هستن به خاطر شرایط جسمی و روحی و روانی. خب من میگم یک فعالیت ثمر بخش و مفید که از لحاظ جسمی طفلشان خسته نشه و برای خانه در محیط خانه برایشون جور بکنم، من میگم از اولادهای اطرافشون و کودکان هم سن و سالش دعوت بشه، من میگم در فضای خانه در یک فضای مرتبی برای اطفال من میگم درست بکنن و مهارت آموزی رو بهشون آموزش بدن، چون یک مسئله است که برخی از پدرها و مادرها فکر میکنن چون اولاد از ما از لحاظ جسمی در وضعیت مطلوبی نیست، احتمال خطر وجود داره، او طفل در خانه حبس میکنن، میمانن که تو در خانه بمان، شور نخور، با هیچ کس هم ارتباط نداشته باش، برای که سالم بمانی. نمیفهمن که چقدر بر روح و روان و جان اولاد خودشان صدمه میزنن. درسته که جسم اون سالم میمونه ولی روح و روانش آزرده میشه. متاسفانه من میگم تمام بیمارهای جسمی که ما مبتلا میشیم ابتدا و ابتلای مهم او مسائل روحی روانی است. اگر ما از لحاظ بهداشت روحی و روانی در آرامش و امنیت خاطر باشم، او شوق و اشتیاق به زندگی رو داشته باشم، قطعا میتونم با اون مسئله جسمی که روبرو هستم، ممکنه بیماری باشه، مسئله خاص جسمی باشه، کنار بیایم. چرا؟ چرا که امید به زندگی ما افزایش پیدا کرده، چرا که انرژی درونی ما بالا رفته، ما او هیجان‌های
های درونی خود کنترل میکنیم و درست استفاده میکنیم و این وظیفه والدین و مراقبانی اطفال هست. پس میتونن محیط خانه را، محیط شاد، مفرح، امید بخش و پر از انرژی، من میگم برای این فضا را تدارک ببینه. حتی مهارت های بسیار در حد توان طفل من میگم آموزش بده که از اون طریق درآمدزایی داشته باشه. این اطفال چون به هر حال شاید نتونن از لحاظ جسمی وارد اجتماع شون و تحصیلاتی رو مثلا من میگم یا مهارت خاص را به بیرون فرا بگیره، برایشون سخت باشه، نه که غیر ممکن باشه، غیر ممکن نیست، منتها سخت باشه این شرایط. خب من میگم این مهارت آموزشش در خانه باشه، یعنی بالاخره و درآمدزایی داشته باشه. عهده پدر و مادر است که تلاش کنن یک شرایطی رو فراهم بکنن برای که اولادشون بتونن یک زندگی بهتری را داشته باشه، یک زندگی نسبتا معمولی داشته باشه. علارغم مشکلی که برایش وجود داره، علارغم بالاخره آسیبی که به صورت ژنتیکی با اون متولد شده، بتونه زندگی خوب داشته باشه. خانم حسینی در حد 20 ثانیه اگر یک جنبندی بفرمایید تشکر کنم. پس این اطفال از لحاظ روحی روانی، از لحاظ پزشکی که خب او وظیفه دکتر هاست، و ای که وضعیت اقتصادی خانواده طوری برنامه ریزی بشه که من میگم سر موقعی تداوی اطفال صورت بگیره، داروهایی که قرار به بدنش برسه، و مهمترین وظیفش که من میگم 80% روحی و روانی است که یک فضای بسیار شاد برای اطفال از گردش، از تفریح، از اجتماع رفتن، از خرید کردن، از داخل بازار گشتن، این اطفال با خود ببرن که اون روحی تراوت و زندگی رو برای اطفال هدیه بکنن تا بتوانن با او بیماری خودشون مقابله بکنن و یک زندگی عادی همراه با رشد، همراه با کیفیت را تجربه کنن که جلوگیری بشه از استراب، از افسردگی و از یأس و ناامیدی. اینها قطعا فقط میشه این وظیفه سنگین والدین و اطرافیانش من میگم با عشق انجام بدن انشالله. بله، بسیار تشکر از شما خانم حسینی عزیز. ما یک باور و یک عقیده داریم که اگر هر سختی بر ما عارض میشه، ایجاد میشه، حتما حکمتی در او نهفته است. انشاءالله که بتانیم که حتی با سختی هایی که اطفال من و خانواده من با او مواجه شدند، به همین نگاه حکمت وار نگاه بکنیم و بدانیم که حکمتی وجود داره. حتما خداوند خواسته هایی داره از ما که در و حتما رشد ما را در این مسیر قرار داده که انشالله با رعایت نکات مختلفی که وجود داره بتانیم که انشالله بر رشد مد نظر و مطلوب خودمان برسیم و همچنان اولادمان را هم کمک کنیم که به رشد و به بلوغ برسه انشالله تعالی. با امروی کارشناس محترم، بینندگان عزیز محترم، از حضور شما مرخص میشویم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.